میلیون ها شیعه از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورهای جهان خود را به شهر مقدس کربلا رساندند تا زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام در روز عرفه و دیگر اعمال این روز پرفضیلت از جمله دعای عرفه را در این مکان مقدس به جا بیاورند. همکارم در گزارش خود در رابطه با حال و هوای شهر مقدس کربلا در روز عرفه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. همزمان با روز عرفه در عراق میلیون ها زائر مسلمان و شیعه خود را به کربلا رساندند تا مراسم روز عرفه و زیارت سالار شهیدان را در حرم امام حسین به جا آورند. جمعی از زائران مشتاق ایرانی نیز از طریق مرز مهران و شلمچه به عراق مشرف شدند تا در روز عرفه بتوانند در شهر مقدس کربلا اعمال و زیارت این روز را به جا آورند. بر اساس این گزارش، تدابیر امنیت و خدمات لازم برای پذیرایی و استقبال زائران شهر مقدس کربلا اندیشیده شده و خادمان حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما در آمادگی کامل در حال خدمات دهی به زائران هستند. مراسم دعای عرفه در شهر مقدس کربلا در حال برگزاری است و انبوهی از زائران از کشورهای مختلف به این مکان مقدس مشرف شدند تا بتوانند در کنار حرمهای مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما دعای عرفه را خوانده و از درگاه الهی طلب مغفرت نمایند. بنابر روایات، روز عرفه از پرفضیلت‌ترین روزهای سال برای استغفار و استجابت دعا می باشد که زیارت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از افضل اعمال در این روز است. دعای عرفه فرصتی است برای حاجت طلبیدن از پروردگار، دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های مسلمانان و شیعیان دنیا و در رأس همه حوائج فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. علاوه بر دعای امام حسین علیه السلام در عرفه، زیارت آن حضرت هم در این روز بسیار توصیه شده. روایت شده که هر که امام حسین علیه السلام را در روز عرفه با معرفت به حق آن حضرت زیارت کند، برای او ثواب 1000 حج و 1000 عمره پسندیده مقبوله و 1000 جهاد با پیغمبر مرسل یا امام عادل خواهد بود. حالا هوای شهر مقدس کربلا این روزها دیدنی است و زائران نه تنها در کنار ذریح‌های حرم امام حسین و حضرت عباس، بلکه در مسیرهای منتهی به حرم‌ها هم نشسته و به زیارت مشغول هستند و ایستاده دعا می‌خوانند و با توجه به اهمیت این روز به استغفار مشغول هستند. شاید بتوان روز عرفه را به نوعی تجلی نام و یاد امام حسین علیه السلام نامید، چرا که چه در سرزمین عرفات و چه در کربلا در این روز نام و یاد سید الشهدا، چه با دعای منقول از آن حضرت و چه با زیارت مرقد مطهرش دل را صفا داده و روح را جلا می بخشد. در احادیث بسیار به نهایت اعتبار وارد شده است که حق تعالی در روز عرفه پیش از آن که نظر به اهل موقف عرفات کند، ابتدا نظر رحمت به سوی زائران قبر حسین علیه السلام می اندازد. آیت الله العظما شیرازی در یکی از نشست‌های علمی خود با اشاره به روایات وارده در خصوص عظمت اختصاص یافته به سرزمین کربلا فرمودند: منزلت زمین کربلا از کعبه نیز افضل است و خدای متعال زائران امام حسین علیه السلام در روز عرفه را به خود نسبت داده است و آنان زائران خدا نامیده شدند و همچنین در این روز نخست به زائران امام حسین علیه السلام عنایت می کند و سپس به زائران عرفات. همزمان با فرا رسیدن نهم ذی‌الحجه، روز عرفه مراسم دعای پرفیض عرفه به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا و از طریق تلویزیون های ششگانه مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام پخش می شود.